کلید گشایش وضعیت سیاسی ایران کجاست؟ آیا نتیجه انتخابات آمریکا ممکن است تأثیر مهمی بر انتخابات ریاست جمهوری ایران بگذارد؟ سلام، در بحث هفته پیش پرگار در این مورد صحبت شد که آیا نتیجه انتخابات آمریکا امید کسانی را برباد داد که فشارها و تحریم‌های دولت آمریکا را زمینه‌ساز سقوط جمهوری اسلامی می‌بینند. اما این بحث یک سوی دیگر هم دارد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است تأثیر قاطعی بر انتخابات ریاست جمهوری ایران در چند ماه آینده داشته باشد؟ کسانی که معتقدند کلید گشایش وضعیت ایران را باید در آمریکا یافت به این سوال جواب مثبت می‌دهند. به نظر آنان تحولات آمریکا پس‌لرزه‌های خود را به سرعت در ایران نشان می‌دهد. آیا چنین است؟ ممکن است تغییر در دولت آمریکا تحت شرایطی به نتیجه همسو در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیانجامد و زمینه مذاکره ایران و آمریکا را دوباره فراهم کند؟ ولی این شرایط تا چه حد فراهم آمدنی است، تا چه حد خریدار خواهد داشت؟ فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی، چنین امکانی را محتمل می‌بیند. اما علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب در لندن، چنین تحلیل را ناشی از یک خطای جدی می‌داند. این خطا که کلید گشایش وضعیت ایران را در آمریکا ببینیم و نه در ایران. خیلی خوش آمدید. آقای نگهدار، چرا فکر میکنید نتیجه انتخابات آمریکا ممکنه به نتیجه همسو در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیانجامه؟ اینقدر این تأثیر واضحه برای شما؟ خب، ایالات متحده آمریکا در جهان معاصر یک قدرتی است که هر تغییری در حاکمیت ایالات متحده آمریکا تأثیرات بی تردیدی در سراسر جهان خواهد داشت و رویکردهای عمده در کشورهای مختلف رو تحت تأثیر قرار میده. در این مورد هیچ تردیدی نیست. یعنی الان تغییری که در ایالات متحده اروپا آمریکا به وجود آمده، شما تأثیرش رو اروپا ببینید، همه دارن به این فکر میکنند که حالا کشتیبان را سیاست دیگر آمد. این به دلیل قدرت و اهمیت ایالات متحده آمریکا، اقتصاد اون، نیروهای نظامی اون و تأثیر فرهنگی، تأثیر اقتصادی و تأثیرات مختلفی که ایالات متحده در سیاست داخلی کشور اروپایی که تأثیرش اینقدر نیست. مسئله در حالا در ایران، من اگر بخوام برگردم به ایران بگم، به وارد بحث اروپا نشیم، در ایران از ابتدای انقلاب تا امروز مسئله روابط ایران و آمریکا یکی از مسائل محوری تعیین کننده وضعیت سیاسی در ایران بوده، بی هیچ تردیدی. چه در دوران جنگ، چه پس از دوران جنگ، چه در دوران اصلاحات، چه در دوران احمدی نژاد و آقای روحانی، ما میدونیم که مسئله ایران و آمریکا و به خصوص در این دو دهه اخیر مسئله تحریم ها مسئله مرکزی جامعه ایرانی بوده. یعنی روی اقتصاد ما، روی امنیت منطقه، روی وضعیت داخلی، روی تضادهای جناح ها، این سیاستی که امریکا نسبت به ایران اعمال میکنه مسئله مرکزی بوده. در این چهار ساله دوران آقای ترامپ ما عملا یک نوع محاصره اقتصادی داشتیم. دیگه تحریم نیست که بگه من امتناع میکنم از فروش این جنس ها به شما. اینکه شما اقتصادتون و راه مرزهاتون بسته است، شما باید خفه شید توی درون خودتون. یک همچین سیاستی نمیتونه در درون جامعه ایرانی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر نداشته باشه. برخی از سران حکومت در روزهای اخیر همچنان معتقدند که نه، اصلا هیچ تأثیری نداره اون چه که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد. ولی به نظر من اگر تحریم ها برداشته بشه، اگر این امکان به وجود بیاد که برداشته بشه، دولت جمهوری اسلامی ایران از این استقبال خواهد کرد. در صحبت های همین دو روز پیش آقای روحانی هم همین آقای نگهدار، بحث تحریم ها یک قدم جلوتره.
در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری ایران چند ماه آینده است. میخوام ببینم که این تأثیر رو اینقدر بیواسطه و سریع میبینید که ممکنه در به قول خودتون روابط جناح‌های درون حاکمیت ایران تأثیرگذار باشه و اون وقت تأثیرش رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران ببینیم؟ توضیح میدم. ببینید، در ایران یک تصوری در بین بسیاری از تحلیلگران وجود داره که به نظر من نیاز به بروز شدن داره. یه تصوری که جمهوری اسلامی ایران ماهیتاً ضد امپریالیست، ضد آمریکا، ضد استکبار و ارزش‌های ایدئولوژیکی اون مقدمه بر هر چیز دیگریه. این یک تحلیله. یک تحلیل دیگه که من ازش دفاع می‌کنم این هست که طی 25 سال اخیر به تدریج طبقه حاکم در ایران، کلان سرمایه‌داری ایران چنان فربه شده و چنان انباشت سرمایه داشته که در درون مرزهای خودش اگر بخواد فعالیت بکنه این خفه میشه. اینها احتیاج به گشایش دارند، احتیاج به داد و ستد بین‌المللی دارند و اگر چنانچه در ایالات متحده آمریکا کسی بیاد بگه من تحریم‌ها را حاضرم بردارم به شرط اینکه شما یک موشک‌ها، دو مسئله مسائل منطقه‌ای، سه مسئله تروریسم یا مسئله هسته‌ای رو برای من حل بکنید، با آغوش باز ایران حاضر به مبادله هست. چرا که اگر به برداشتن تحریم ها بیانجامه. الان این چشمنداز باز شده که تحریم ها رو آقای بایدن حاضر در ازای بدبستان هایی برداره. لذا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران میره به طرف بیش پای میز مذاکره و این مذاکره در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که ما انتخابات 1400 هم پیش رو داریم. چنانچه در بر همان پاشنه به چرخی که در اسفند سال گذشته چرخید و با مشارکت پایینی و اعتراض حد اکثری از جانب جامعه مواجه بود، این امکان برای طرف مقابل، کسانی که در واشنگتن نشستن و به شدت هم حساس هستن نسبت به این گشایش، جناح آقای ترامپ رو میگم، به اونها این امکان رو خواهد داد، به کسانی که دل بسته بودن به آقای ترامپ این امکان رو خواهد داد که مردم رو به جای پای صندوق‌ها به خیابون بکشونند. همون وضعیتی رو درست کنند که در سال 96 و 98 ایجاد شد در ایران. در این صورت امکان گشایش بین رابطه ایران و آمریکا به هم می‌خوره. لذا حدس می‌زنم که در ذهنیت دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، اون هیئت حاکمه تراز اول سیاست‌گذاری، این مسئله هنوز مطرح است و ما شاید هم نشانه‌هایی ازش ببینیم در روزهای آینده و در روزهای اخیر آزادی 137 نفر زندانیان امنیتی که ما سطح مشارکت رو بالا ببریم. اینکه چگونه می توانیم سطح مشارکت رو بالا ببریم بحثش جداگانه بشه. به اون خواهیم رسید. ولی خیلی کوتاه پیش از اون که از آقای نوریزاده سوال اول رو بپرسم، من بگید که اون طبقه یا قشر سرمایه‌داری که به گفته خودتون الان انباشت سرمایه قابل توجهی داره و میخواد از مرزهای ایران فراتر بره، آیا اونقدر قدرتمند هست، لابیش اینقدر قوی هستن که بیاد و این ایده مذاکره دوباره با آمریکا رو به کرسی بنشونه؟ چنین چیزی هست؟ کلان سرمایه‌داری ایران اگر افرادش رو شناسایی بکنیم، اسم ببریم که کیا هستن و اکثرا هم در نهادهای قدرت نسبت دارند، واسطه دارند، همین بحث آقازاده ها، همین بحث سلاطین، این حتی جناح فاسدش رو که در نظر بگیریم، اینها 90% و شاید هم بیشتر بنا به تحقیق ارزشمندی که آقای مرزاد بروجردی کرده، سابقه دوران شاه ندارن، جز نجبای ایران نبودن. اینها در دوره جمهوری اسلامی ایران اصلا و فکر همین به همین دلیل لابی دارن و قدرت دارن. قدرت بله. دارن. قدرت اقتصادی دست اونهاست. بله. قدرت اقتصادی هم تعیین کننده. بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای نوریزاده، شما با این نظر مخالفی همجوری گفتم به این دلیل که یک خطای جدید درش میبینید، اونم این که کلید گشایش وضعیت ایران رو در آمریکا میبینه. ما بگید که چرا فکر میکنید چنین چیزی نیست و آمریکا چنین تأثیر قاطعی نداره بر وضعیت ایران؟ اولا اجازه بدیم من یک حرف آقای نگهدار زد، خیلی به من سنگین بود که باز مردم رو مثل سال 96 و 98 بکشن تو خیابون. انگار اون مردم اون جنبش آمریکا کشید تو خیابون، نه اون جنبش، جنبش ملی مردمی خودجوش و بسیار جنبش عظیم و بزرگی بود. آمریکا کاری که کرد، آقای اوباما روزی که ندا کف خیابون جان میداد،
نامه فدایت شوم برای آقای خامنه ای نوشت. بنابراین میخوام بگم این نوع تفسیر و تعبیر از اون جنبش بزرگ خیلی ظلمه به ملت ایران. حالا قرارم اینه از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما همه نوع آمریکایی دیدیم. تای قضیه به قول خودشون و به قول ایرانی ها there is no animosity، نفرت از ایران در امریکا وجود نداره و نفرت از آمریکا در ایران هم وجود نداره، غیر از اینکه قشر محدود نادان که ازشون برسه امام حسین رو که کش میگه آمریکا. بنابراین میخوام بگم بین دو ملت نفرت نیست. مردم باسکرویل رو یادشونه، سر قبرش میرن گل میگذارن. منظورتون آمریکاییه که در دوره مشروطیت به دفاع از مشروطه برخواست. ما هیچ نوع خاطره بدی، این 28 مردادم که دارن بزرگش میکنن، انگلیسا بودن کلایی که به سر امریکا گذاشتن. بنابراین آمریکایی‌ها نقش آنچنان نداشتن. آقای کرمید روزولت هم باد کرد یک کتاب جعلی دروغی منتشر کرد. حالا شما نگاه کنید آقای کارتر که نهایت مهر رو به این رژیم داشت. بنده تو ایران بودم، شاهد بودم، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم، از نزدیک سردبیر امید ایران میدیدم. سفارت آمریکا اصلا عاشق و مشتاق پروفسور جیمز بیل میمد، شب مراسم میذاشت، آقای شلنبرگر در ستایش انقلاب ایران فیلم پخش میکرد. اون وقت بعدا ما رو به جرمی که در اون مهمونی بودیم گفتن جاسوس آمریکا. خیلی جالب. بله. کاری ندارم. آمریکایی‌ها خیلی مثبت با انقلاب برخورد کردن. نتیجه انقلاب چی شد؟ سه روز بعد از پیروزی انقلاب که دوستان آقای نگهدار رفتن سفارت رو گرفتن، بعدم نزد کمتر یه سال بعد رفتن 444 روز دیپلومات های یک کشور رو 52 تن به گروگان گرفتن، حقیرآمیزترین رفتار رو باشون کردن، تهدیدشون به تجاوز کردن. من باشون حرف زدم تو امریکا. همین خانم خواهر میری با دوستانشون میمدن شب، چه توهین هایی به اینا کردن. دوست عزیز من که وابسته مطبوعاتی سفارت بود، او برای من تعریف کرد، از دوستان دیگه شنیدم. خب این رفتارشون با اون گروگانگیری بود، یه عمل غیر قانونی. بله. به چه نتیجه میخواید برسید آقای؟ الان میخوام بگم. بله. این جمهوری اسلامی بوده که دشمنی رو ادامه داده، این آمریکا نبوده که با ایران دشمنی کرد. به همین دلیل گشایش وضعیت سیاسی ایران کلیدش در خود تهرانه. ببینید. بله. ببینید. بله. شما کلینتون اومده، باز بنده در سازمان ملل شاهد بودم، به خاطر آقای خاتمی اومد خواهش کرد کوفی انان سخنرانی آقای خاتمی رو بنزه جلو. وقتی گوش کرد بلند شد دست زد. صبحش هم وزیر خارجه آمریکا همین کارو کرد. بعد آقای خاتمی اومد میز چیدن که ایشون بره سر میز با پادشاه عربستان، با ولیعهد بود وقت ملک عبدالله، پادشاه اردن و پرزیدنت کلینتون. آقای خروزی اومد در گوش آقای خاتمی دو کلمه گفت، آقای خاتمی گم شد. این مال اون دفعه. بعد آقای شما دونه دونه ببینید، بعد آقای احمدی نژاد رو فرستادن جلوی اوباما، آقای احمدی نژاد رو فرستادن جلوی رؤسای جمهوری که رغبت به دوستی با ایران داشتن و اینا احمدی نژاد فرستادن. آقای نورزاده، آیا میخواید بگید که جمهوری اسلامی ایران برخلاف اون چه آقای نگهدار میگه یک سیاست ایدئولوژیک داره که با آمد و رفت رؤسای جمهوری در آمریکا تغییر نمیکنه و این مانع از در واقع حتی اگر یه تأثیری هم روی انتخابات ریاست جمهوری ایران بگذاره مانع از گشایش وضعیت سیاسی ایران میشه؟ جناب کریمی، آقای خاتمی 100% علاقمند به برقراری رابطه با آمریکا بود. حتی آقای رفسنجانی تو خاطراتش هم میگه بدون ادنا شک خود احمد نژاد هم می‌خواست با امریکا رفت، با بوش عکس گرفت، خاتمی نتونست. آقای روحانی که اصلا جزو اجندای او این بود که بره با امریکا گفتگو کنه و جمهوری اسلامی 42 سال به ملت ایران مرگ بر امریکا رو تحمیل کرد، میلیاردها خسارت مالی، خسارت معنوی، جنگ عراق رو دست ما گذاشت، در حالی که آمریکا علاقمند همکاری با ایران بود تو افغانستان، تو عراق. همیشه آمریکایی‌ها روی خوششون دادن. ولی در عراق، من یک نکته دیگه هم بگم، در عراق و در جاهایی در افغانستان ایران هم همکاری کرد با آمریکا، در ماجرای داعش ایران هم چنین کرد. من براتون عرض می‌کنم دقیقاً. ببینید شما نگاه کنید که ایران در بیروت
غیر از 70 تا دیپلمات آمریکایی 260 تا تفنگ‌های دریایی هم کشت. اون همه گروگان گرفت، شهروند آمریکایی رو کشت. آقای عماد مغنیه از بالای هواپیما انداخت پایین و تمام این جرائم و جنایاتی که شد تو عراق، کشتار کنار جاده، از اون بعد به امریکا اجازه میدادن یه هلیکوپتر از گوشه خوزستان رد شه بره تو عراق، از اون بعد 5 تا آمریکایی میکشن. و این میزان همکاری ایران بود، یعنی همکاری ایران در شکست داعش رو به همین تقلیل میدید. من اصلا نقش ایران رو در شکست داعش هیچ میدونم. بله، هیچ نقشی در شکست داعش نداشت. داعش رو آمریکایی‌ها و عراقی‌ها شکست دادن. جمهوری اسلامی هم الان هم اسنادش اومده بیرون که آقای قاسم سلیمانی اصلا با داعش کاری نداره. فقط یه نکته باقی مونده، اونم این است که در انتخابات ریاست جمهوری ایران فکر می‌کنید هیچ تأثیری ما نبینیم از انتخاب آقای بایدن؟ این مهمه قبل از اینکه به آقای نگهدار رو کنیم. این جور که سناریویی که نوشته شده، اگه آقای سعید محمد، اگه آقای دهقان، اینا رو آقای خامنه‌ای در نظر گرفته، چون آقای خامنه‌ای جدای از نگرانیش نسبت به امریکا نگران مجتبی است. او بر این باوره که باید یه رئیس جمهوری بیاد کنار که صندلی مجتبی رو تضمین کنه. بنابراین دنبال کسی خواهد رفت که هویت و شخصیت و گذشته اینا نداشته باشه، جزء اشراف جمهوری اسلامی نباشه، یکی از همین جوجه‌ها رو میاره و میبرشون بالا. بنابراین نقش امریکا هیچ تأثیر نداره. شما خواهید دید آقای بایدن دستش رو تا عسل بکنه تو دهان آقایون بذاره، نصیبش جز گاز نخواهد بود. اینا علی حرفا نیستن. اول که من در مورد اون چند نکته گفت آقای نوری‌زاده که من باید یک توضیحی دربارش بدم. درباره تظاهرات اعتراضات مردمی در سال 96 و 98 من به هیچ وجه معتقد نبودم و نیستم که اینها، بارهام نوشتم و گفتم که اینها به فرموده از واشنگتن اونها گفتند و اینها هم شروع کردند و بیان و مردم رو کشتن به خیابون. به هیچ وجه اینجور نیست. مسائل داخلی ایران بوده، اعتراض توده مردم بوده، آمدن به میدان. ولی این آمدن به میدان و دور شدن از صندوق رأی یک جریان معین رو در ایران تقویت کرده. این رو شما باید قبول بکنید که جریانی که میگه من اجندام براندازیه، دستور کارم براندازیه، این تحول به نفع اونه. من اینو دارم میگم که اگر انتخابات آتی بخواد بر همون روال انتخابات گذشته برگزار بشه، یک همچین امکاناتی در اختیار اون نیروی برانداز خواهد بود و حکومت هم این رو میبینه، شاید ببینه. من نمیتونم قطعی بگم. یه نکته نگهدار، شما سناریوی دیگر رو بیشتر محتمل می‌بینید؟ یعنی در صحبت با من پیش از برنامه برای تدارک این برنامه در واقع من گفتید که با این نتیجه‌ای که ما در آمریکا دیدیم به نظر میاد انتخابات ریاست جمهوری ایران در چند ماه آینده میشه یک کارزاری بین کسی که میگه بریم مذاکره کنیم الان دوباره شرایط فراهم اومده و کسی که مخالفت خواهد آیا واقعا این کارزار شکل میگیره به نظر من؟ هنوز این بحث رو وارد نشدم. این نکته رو در مورد صحبت که نکته دیگری که گفتند آقای نوری‌زاده، خاطرات دکتر یزدی بیرون آمده و قضیه سه روز بعد از انقلاب ایران که حمله شده به سفارت دستور خود اعضای سفارت آمریکا بوده و هیچ ربطی به فدائیان خلق نداشته. این امروز خود آقای یزدی که اون روز کردن دوستان شما اونجا بودن؟ نه دوستان شما نبودن، هیچ کدوم نیست و این موضوع برنامه نیست. این از اون موضوع برنامه نیست. بیننده اگر علاقه من باشه خارج از برنامه نیست، چون اشاره کردن و اون اتهام رو به ما زدن. جواب سوال من، جواب سوال شما، برگردیم به سوال شما. صحبت آقای روحانی رو نگاه کنید در واکنش به بایدن، آمدن بایدن، تیتر روزنامه‌های ایران رو نگاه کنید. روالی که داره در ایران پیش میره یه تلاشه، هنوز نمیتونیم بگیم اصلا قطعیه. بگذارید سوال اصلی رو من دوباره بپرسم. شما فکر میکنید با انتخاب آقای بایدن محتملتر اینه که در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تدقیق میکنم حرف شما رو، محتمل تر این هست که میخوام بگم
احتمال اینکه تغییری هم در رفتار حاکمیت به وجود بیاد بیشتر شده از گذشته. بیشتر شده و این بیشتر شده و این موضوع داره بحث میشه. بله. ببینید الان موضوع انتخابات... وقتی بیشتر شده اجازه میدید بله. وقتی بیشتر شده معنیش این است که به نظر شما احتمال اینکه کارزار انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران بشه کارزار بین کسی که میگه من میخوام مذاکره کنم و کسی که میگه من مذاکره نمیکنم این بیشتره. آیا چنین کارزاری رو واقعا رای دهنده خواهد خرید؟ ببرد دیگه آیا رقابتی خواهد شد انتخابات ریاست جمهوری ایران؟ به دو شرط. شرط اول این هست که اون صحنه ای که در انتخابات قبلی دیدیم و یکی از تاکتیک های دستگاه رهبری و گردانندگان حکومت در جمهوری اسلامی ایران هست که یک کسی رو در مقابل کسی دیگری قرار بدن که رای دهنده در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار بگیره. درسته؟ بله؟ مثلا یک کسی مثل حسین شریعت مداری حسین شریعت مداری رو بیارن بذارن اونجا و بعد هم کسی که بیاد بگه که مثل تیپ آقای ظریف، نمیگم خود آقای ظریف، که بگه بله ما باید با آمریکا همین حرفایی که شما زدید که بتونن بکنن، بله که ما میتونیم زنگوله رو بندازیم گردن گلوله. شرط اول اینه که این کنتراست رو درست بکنن. شرط دوم اینه که من میگم رفرنس آف اتوریتیز، یعنی گروه های مرجع درست بشه و کسانی که مورد اعتماد مردم هستند بیاین بگن آقا به نظر من این آدم اگر بیاد میتونه این زنگوله رو بندازه گردن گربه، تحریما رو برداره. لب کلام ایشون اینه که سناریوی بد و بدتر رو بتونن اجرا کنن و دو به نظر ایشون گروه های مرجع در جامعه بیان به مردم بگن این سناریوی بد و بدتر دوباره تکرار شده ولی به نفعتونه که به اونی که بده رأی بدید که بدتره نمونه. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند رئیس جمهور آمریکا هر کی باشه برای ما فرقی نمیکنه، حالا به بایدن چه اونه که برای واقعا فکر میکنید سیدعلی خامنه ای واقعا فکر میکنید حرف دلشو میزنه؟ آیه خامنه ای رو از بچه 6 ساله بودم میشناختم، با پدرم دوست بودم، میرفتم میام ایشون رو خوب میشناسم. آقای خامنه ای از اون وقت یه جوون 15 ساله بود کلاس قرآن میرفت تا وقتی خودش قرآن درس میداد، این یه نگاه ضد آمریکایی داشت و اصلا تو مثل توده یا فکر میکرد تمام دنیا را آمریکا فاسد کرده و ایشون الان در مقام قدرت گروه های فلسطینی داره، حزب الله داره، اینا داره آمریکا رو میچزونه تا آخر عمرش هم میخواهد بود. ممکنه به پسرش توصیه کنه بعد از من تو بشو برادر فیدل کاسترو، تو بشو یه خود نرم بشو برو، ولی خودش از این راه بر نمیکرد، نه به احمدی نژاد اجازه داد، نه به خاتمی، نه به روحانی. به روحانی اجازه داد 5 دقیقه تلفن. ببینید اگر کسی بخواد با امریکا گفتگو کنه اصلا لازم نیست داردار بکنه، مردم از منشش، منرش، رفتارش کاملا درک میکنن که این آدم جهانیست یا یه آدمیست که باز اون گوشه نشسته. مگه روحانی نمیخواست با امریکا حرف بزنه؟ ولی وقتی اتوریتی دست خامنه ایه، وقتی خرازی بدو بدو میدوه در گوش خاتمی میگه اون در میره، شما فکر میکنین تدارک چی؟ میتونه خودش تصمیم بگیره با امریکا صحبت؟ نه، مسئله گفتگو با امریکا شیشه حیات رژیم، مرگ بر امریکا اون رمز بقای رژیمه. آقای خامنه ای وقتی با رئیس جمهور ونزوئلا صحبت میکنه هم صدا و هم درد پیدا میکنه، یا با رهبر کره شمالی. آقای خامنه‌ای برای خودش یک گروهی تشکیل داد، یه مجموعه که با آقای خامنه‌ای هم صدان. خب این مجموعه رو بذاره بیاد آمریکا رو بچسبه. آقای خامنه‌ای در یک جلسه ای خیلی هم گزارش دقیق وقتی راجع به آمریکا گفته بودن، گفته بود آمریکا با شاه چه کرد، آمریکا با قذافی چه کرد، قذافی دستش رو برد بالا تسلیم شد، چیکارش کردن، وزیر خارجهشون رفت تو چادرش، با مبارک چه کرد. علاوه بر اون موانع ایدولوژیک بی اعتماد هم هست با آمریکا، یعنی پشتشو خالی خواهد کرد اگر بی اعتماد که به طور مطلق هست. بله. ماجرای صدام، ماجرای قذافی، مبارک. بله. و شاه نمونه های واضحی از این که آقای خامنه‌ای به آمریکا اعتماد نکنه. آقای الان ذهنیت آقای خامنه‌ای با مطالعه همین 40 ساله برای من قطعی شده که اگر در طیف جمهوری اسلامی سراغ
میزان اعتماد و میزان بی‌اعتمادی نسبت به ایالات متحده آمریکا رو بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، آقای خامنه‌ای اگر در رأس رست نباشه در طرف بالاست، بی‌اعتمادترین. ولی ببینید چه اتفاقی افتاد. یک جای آقای خامنه‌ای آمد گفت که من بی‌اعتمادم، من قبول ندارم برجام رو که درسته، ولی خب شما میگید میشه، برید ببینید میشه یا نه. و وقتی که آقای ترامپ آمد روی کار گفت آقای خامنه‌ای بفرمایید، اینه ماهیت اصلی آمریکا. یعنی اون چه بی‌اعتماد ترش کرد سیاست ترامپ بود. ترامپ در جهت اثبات دیدگاه های آقای ترامپ، اثبات دیدگاه های آقای خامنه ای بود که اونو بگه بله این درسته و اینجوری میشه. و برجام رو آقای ترامپ برهم زد، نه آقای خامنه ای. این تصور هست که چون آقای خامنه‌ای با برجام دو و سه و چهار مخالفت کرد، برجام به هم خورد. ولی آقای نگهدار، اجازه بدید همینجا. سیاست خارجی و تصمیمات مهم در سیاست خارجی یک دکمه نیست که شما یک بار فشارش بدید تموم شد، بعد از اون دیگه مسیر خودش رو طی کنه. شما وقتی به مذاکرات و به حاصل اون، یعنی برجام، گفتی بله، باید یه پیامدهایی رو بپذیری. شما باید مدام این تصمیم رو پیگیری کنی. این تصمیم روز از پی روز وقتی در منطقه اتفاق میفته، وقتی یمنه، وقتی موشکه، و این تصمیم با یه تصمیمای دیگه باید پشتبند پیدا کنه. نه اینکه شما بگی باشه روحانی برو جلو، ولی پس فردا بگید من مطمئن نیستم که نتیجه‌اش خوب باشه. این تا یک قدم کاملا حرف شما صحیحه. از نظر منافع ملی، انظر تدبیر و خردمندی در سیاست ورزی در کشور، کاملا حرف شما و این حرف که میگه برجام وقتی تمام شد باید برجام دو، برجام سه، برجام چهار باشه سر جاش تا ما به اون اهدافی که در پیش خود قرار دادیم برسیم، این حرف کاملا دقیقه. و آقای خامنه‌ای هم، من بودم همونجا هم انتقاد کردم که چرا جلوی پیشرفت رو میگیرید. پس ممکنه ولی دوباره این اتفاق بیفته. نه، ولی یک اتفاق دیگه افتاد که در این بحث، در این گفتگوی ما هنوز منسی شده یا مکتومه، و اون اینه که به محض اینکه برجام یک انجام شد، آقای نتانیاهو پاشد دوید رفت به ایالات متحده آمریکا، در کنگره شروع کرد نطق کردن و گفت برجام یک باید به هم بخوره، و حاصل تلاش های ایشون هم برهم خوردن برجام بود. آقای نتانیاهو میره نطق میکنه برای لابی صهیونیستا و طرفدار اسرائیل. امریکا سیاست دیگه، امریکا یه دولت مقتدره، استبلیشمنت، سازمان داره، گروه های فکر داره. آقای نتانیاهو نمیاد بنویسه. آقای نوری‌زاده، بحث در اینه، قدم اول که برداشته شد برجام یک، تهران برهم نزد. نه، تهران برهم زد وقتی تو یمن تا خرخره آلوده شد، برهم زد وقتی تو قدم دومه. اینا قدم اوله. برجام پذیرفته شد. آقای ظریف هم در گوشه آقای جانکری گفت مخلصتیم، برم ایران، همه چی درسته. چیکار کردن ایران؟ رفتن به گروه های عراقی. فکر میکنید برجام در واشنگتن که ترامپ آمد، قبل از اینکه برجام بسته بشه، آقای نوری‌زاده شما لطفا این رو بپذیرید. لطفا این رو بپذیرید. تاریخ هم ما بپذیریم. جمهوری اسلامی وقتی برجام رو پذیرفت، یک گام از سیاستش برنگشت. آقای ترامپ قبل از اینکه برجام بیاد رئیس جمهور بشه، هنوز رئیس جمهور نشده بود، میگفت من میرم برجام رو به هم میزنم، قدم اول رو به هم میزنم. برای چی بود؟ و بعد هم استرادش به چی بود؟ بعد هم میگفت این برجام ناقصه. اجازه بدید، اگر ما بپذیریم که در تاریخ جمهوری اسلامی از روز اول سیاست خارجی بر سیاست داخلی سایه انداخته، نتیجه گیری که میتونیم بکنیم این است که الان تصمیمات سیاست خارجی ایران میتونه تعیین کنه که در انتخابات ریاست جمهوری آینده پس از اون چه سیاستی پی، یعنی به همین دلیل که احتمالاً به همین دلیل که آقای نگهدار میگه که کلید در آمریکاست، به این معنی که آمریکا اگر داره نشانه مثبت میده، ایران هم یک تصمیم در حوزه سیاست خارجی خواهد گرفت و این بازتابش رو در سیاست داخلی، در انتخابات ریاست جمهوری، در آرایش نیروها نشان خواهد داد. چنین نیست واقعا؟ یعنی سابقه جمهوری اسلامی نشون نداده اینو. الان براتون عرض میکنم، شما فکر کنید که آمریکا اومد به برجام برگشت،
پولای ایران دوباره آزاد شد. آیا این پولها در جهت رفاه مردم، در جهت تحول جامعه ما به یک جامعه دموکرات خرج خواهد شد؟ دیروز یکی برای من یه نکته فرستاد که تو برنامه‌ام گفتم. نوشته بود مادر جان داره برجام آمریکا برمیگرده، من خوشبخت خواهم شد، ماشین میخرم، زن میگیرم. زیرش نوشته بود یک جوان لبنانی. حالا شما فکر کنید از برجام یک نصیب مردم ما چی شد؟ جز اینکه یه مقدار قیمت دوا، آمپول اینا اومد برای یه مدت موقت اومد پایین، دلار اومد خود پایین، بعد چی شد؟ ولی همینطوری که میلیاردها به کجا رفت؟ همینطوری که به آقای نگهدار گفتم، اون چند قدم جلوتره. ما راجع به زمانی صحبت نمی کنیم که ایران پذیرفته، آمریکا چراغ مثبت نشون داده، ایران هم گفته باش. ما راجع به این صحبت میکنیم که آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتیجه ای که حاصل شده ازش تأثیر روی انتخابات ایران خواهد بود؟ آیا میتونن، آقای خامنه ای میتونه این کارزار رو طوری هدایت کنه؟ چون اونجور که شما معتقد هستید همه چیز دست ایشونه، میتونه طوری هدایتش کنه که بشه یک کارزار رقابتی بین کسی که میگه مذاکره آره و کسی که میگه مذاکره نه؟ و اون وقت طبیعتاً سوال بعد این خواهد بود که من تو مقدمه گفتم خریدار خواهد داشت چنین کارزاری؟ اینجوری داستان رو اینجوری تصویر بکن، اگر آقای خامنه‌ای ذره‌ای در اندیشه فردای کشور باشه، حتی به مصلحت فرزندش هم فکر کنه که حداقل به عنوان یک روحانی به سلامت بده تو قم تدریس بکنه، ایشون الان میاد باز میکنه عرصه انتخابات ریاست جمهوری رو. چهره هایی که حالا ما نمیگیم آقای نگهدار کاندید بشه یا نمیدونم کسی دیگه بره که مخالف های رژیم بودن، نه، از درون خودشون آدم های موجه هستن که این آدم های موجه بیان نامزد بشن و این بنبست روابط ایران و امریکا رو گشایشی توش بدن. من اون وقت اطمینان دارم مرحله بعدی میتونه مرحله خوبی برای مردم ما باشه، مردم ما میتونن نفسی به راحتی بکشن و این عقده روابط با امریکا هم حل خواهد شد. ولی متاسفانه تمام نشانهایی که من دارم حکایت از اینه که ایشون سر عنادش باقی خواهد موند و متاسفانه یکی از افرادی رو به میدون میفرسته که بازم میگم این فرد بالمعال به نفع فرزند ایشون کار نخواهد کرد. سپاه دیرگاهی است، همه قدرت رو میخواد و اگر این فرصت به دستش بیفته نه به آقای خامنه ای رحم خواهد کرد نه به آقا مشتبه. آقای نگهدار، اگر چنانچه بشه، فرض میگیریم یک سناریوست که من گفتم دو تا سناریو وجود داره، محبوب ترین آدم بیاد بالا و با کمترین رأی بره رئیس جمهور بشه، شاید هم اونجا بخواد سازش بکنه با آقای بایدن. اگر این سناریو پیش بره چه اتفاق خواهد افتاد؟ در امریکا کسانی که مخالف این گشایش هستند کم قدرت ندارند آقای کریمی، اونها همین الان سر خود بایدن هم دارن میجنگن تا چه برسه سر سازشش با ایران. اونها نخواهند گذاشت این آب راحت از گلوی آقای بایدن پایین بره. اینه ببینیم شما به این قسمت کم عنایت میکنید آقای نوری‌زاده. اونها میان میخوان بازی رو به هم بزنند و اگر در ایران نارضایی در همین حدی باشه که امروز هست، اونها اهرم‌هایی خواهند داشت که بازی رو به هم بزنند. من نمیدونم به چه طریقی، ولی این امکان رو دارند، یا با انفجار، یا با شورش، یا با مسئله قومی، یا با هر مسئله دیگری اهرمایی که دست اونها هست به کار خواهد افتاد و این پروژه شکست خواهد خورد. من الان امروز تاریخ آبانه دارم صحبت میکنم، خواهیم دید یک سال بعد اگر پروژه‌ای که شما پیش بینی میکنید جلو بره، نه از تاک نشان خواهد ماند نه از تاک نشان. آقای نگهدار، این بازی از اون بازی راحت نیست. شما معتقدی آقای خامنه باید یه احمد نژاد دیگه بیاره؟ نه احمد نژاد نمیگم، میگم کسی باید بیاد روی کار اگر بخوان گشایش بشن که حدی از رضایت در جامعه رقم بخوره. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه در 76 دوی خورداد به این علت به وجود آمد و اون موج برخاست که امکان اینکه ما با آمریکا گشایشی داشته باشیم وجود داشت و میخواست که پایه اجتماعی حکومت
گسترش پیدا بکنه. در 88 تلاش ناکامی صورت گرفت که پایه اجتماعی حکومت رو گسترش بدن، برای اینکه آقای اوباما آمده بود روی کار و میدیدن میخواد این کار بشه. در 92 آخرین تلاش شد برای اینکه با انتخابات ما بریم به طرف مذاکره. آقای نگهدار، بعد از در واقع تایید عرض من یه جمله دیگه نه تو ایران میذارن نه اونور. وقتی من نظرم بیس تحلیلم و تزی که ارائه میدم اینه که وقتی مذاکرات ایران و آمریکا موفق خواهد شد که حکومت و مردم شکاف کمتری داشته باشند. خب آیا مشارکت بله. بیشتری وجود آقای نگهدار یه جملتون رو گفتید. آیا منظور شما اینه که در صورتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران از نظر نتیجه برای شما همسو خواهند بود که در ایران یک انتخابات رقابتی برگزار کنند، یعنی یه عده زیادی واقعا احساس کنند این یک انتخاب جدیه و برن پای صندوق‌ها؟ اگر چنینه واقعا خریدار خواهد داشت بعد از آبان گذشته، بعد از نمیدونم اعتراضات سال پیش از اون، بعد یعنی انگار اون چیزی که در 92 و 96 بود انگار گسیخته شده. الان من ذهن خودم رو بذارم جای ذهن حکومت که میخواد تصمیم بگیره رقابتی بکنم چه اتفاق میفته، رقابتی نکنم چه اتفاق میفته. این سوالیه که امروز رو میز حکومت هست. حالا هر کسی که داره حکومت میخواد حفظ کنه، اگر رقابتی نکنم امکان دادم به اون براندازها، سرنگونی طلبها، مخالفان سازش با آمریکا که به هم بزنند. این نتیجه‌گیری که من میکنم، فکر میکنم اونا هم دارن به این موضوع فکر میکنن. خب. اگر رقابتی بکنم اون انسجام در حکومت، اون دوگانگی تصمیم گیری همچنان باقی خواهد ماند و رهبری در مقابل ریاست جمهوری قرار میگیره و این باز هم ممکنه کشور رو به طرف اون 88 یا 76 که اون مسئله ببره. این ذهنیت آقای خامنه‌ای، ذهنیت آقای خامنه‌ای فکر می‌کنه که کدوم انتخاب رو خواهد کرد؟ من الان هیچ حرفی نمیتونم بزنم و هیچ تحلیلگر آگاهی هم با داده‌های امروزی نمیتونه اینو قطعی بگه. تنها میتونه دو تا بحث رو مطرح بکنه. بگر به روندها نگاه کنید کدوم یکیش غلبه میکنه و برید دنبال اون که یک سوال دیگه مطرح ببرید. اگر اون سناریوی دوم رو انتخاب کنه آقای خامنه‌ای واقعا میتونه، یعنی امکان این که دوباره یک انتخابات رقابتی برگزار بشه و کارزار بشه، کسی که میگه مذاکره آره، کسی که میگه مذاکره و مردم خریدارش خواهند بود. بستگی به این داره که همون گروه های مرجع که در ایران مورد اعتماد مردم هستن، بخششون در حصرن، بخششون در زندان هستن، بخششون زیر فشار هستن، بخششون محدود. چقدر اونها توان بسیجگری دارن؟ اونها تا چه میزان توان بسیجگری دارند یا نه؟ تلاشی است، مبارزه است که باید صورت بگیره. بله. ما از قبل نمیتونیم بگیم مثلا خانم ستوده امروز آزاد شده آمده بیرون، عکس اولش شما 6 ماه پیش مطلقا نمیتونستید تصور بکنید که روز صفحه اول برخی روزنامه ها منظورتون از زده بشه. البته چند هفته پیشه دیگه که چه؟ بله من بله. بله چند هفته پیش اومده بله. رو گفتن اصولگرا اصلاحات تموم شد ماجرا دیگه. آه. مردم اعتمادی به اصلاح طلب ندارن. نه اصلاح طلب نمیگم اصلا. کسی ببین حرف من اینه، خامنه‌ای به صورت اجازه با چه برند بیاد مهم نیست، با اینکه من بله. مسئله تحریم ها رو حل میکنم. اجازه بدید آقای نوریزاده هم صحبت کنن. اتفاقا آقای نوریزاده شاید این سناریویی که ازش صحبت شد، سناریوی دومی که آقای نگهدار ازش صحبت کرد، پیش بره، ولی نه با نیروهایی که اصلاح طلب نامیده میشن یا کسانی چون آقای روحانی. همین چند روز پیش حمیدرضا ترقی از نیروهای قدیمی اصولگرا گفته بود یک اصولگرا میتونه مذاکرات رو پیش ببره. این بعد از این روز که آقای بایدن تقریبا مشخص بود که رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد، وقتی این نتیجه دیگه قطعی شد، به فاصله نه چندان کمی آقای ترقی اومد این حرف رو زد که مذاکره اصولگرا میتونه پیش ببره. این ما چی میگه؟ اولا آقای ترقی وابسته به مؤتلف است. بله بله. دیرگاهی است اختلاف بسیار وسیعی بین آقای خامنه‌ای و مؤتلف ایجاد شد. و حتی بعضی از مؤتلف یا کاملا برگشتن علیه نظام. ولی یه نکته رو میخوام بهتون بگم. شما کروبی رو بلایی که سرش آوردن، مردی که بالاتر از 7 میلیون رأی داشت، آرایش از اوراق باطله کمتر شد، یک انتقامگیری شخصی آقای خامنه‌ای
از کروبی به خاطر اصرارش در انتخابات قبلی بود که آقا مشتبه وارد شد 2 میلیون رأی ما عوض شد. میخوام بگم آقای خامنه‌ای به این سادگی از افراد نمیگذره. داریوش فروهر هیچ گناهی مرتکب نشده که اونجور بدنش تکه تکه بشه و این نگذشتن متاسفانه در وجود ایشون ملکه شده. یعنی گمان میبرند که با مخالفانشون تا ابد باید مخالف باشن، در حالی که دوستانی به ایشون نصیحت کردن که آقا نکن این کار رو، این آدم ها آدم های درستی هم خوبه. ایشون تمام روزایی که تهران میمد خونه پدر آقای مهندس موسوی بود، براش رخت خواب مینداختن، غذا درست میکردن. ایشون خونه ای رو که توش نشست آقای رفسنجانی براش خرید. پایان رفسنجانی و پایان موسوی رو ببینید چجوری ایشون رقم زد. یه مثال خیلی خوب اسرائیل دیگه. آیا خصومت جمهوری اسلامی، ما در همین برنامه پرگار یه بحث به این اختصاص دادیم، اجازه میده اصلا کلید گشایشی برای وضعیت سیاسی ایران در آمریکا بشه پیدا کرد؟ برای اینکه یه جایی به گفته خودتون اسرائیل میاد وسط، عربستان هم به یک عامل مهم الان تبدیل شده. بله، کاملا این تجربه رو ما در 4 سال گذشته داشتیم که وقتی مطالبات در تل آویو و ریاض همان مطالبات در واشنگتن میشه، امکان گشایش در رابطه ایران و آمریکا صفر میشه، یعنی بسته میشه تمام درها. در این دوره 4 ساله ما این همسانی میان برخورد آقای نتانیاهو، بن سلمان و آقای ترامپ رو شاهد بودیم. من فکر میکنم تفاوت‌هایی در سیاست غرب نسبت به منطقه خاورمیانه و اسرائیل و عربستان به وجود خواهد آمد. همچنان حمایت استراتژیک از حق موجودیت و تمامیت ارضی اسرائیل به قوت خود باقی خواهد بود، کاملا از امنیت اسرائیل، از تسلیحات اون دفاع میکنند، ولی در برخی مسائل انتقاد دارند به آقای نتانیاهو. آقای نوریزاده هم به برخی از این انتقادات اشاره کردند که چیکار میکنه و چیکار نمیکنه. اگر چنین زاویه‌ای باز بشه، یکی از اون مسائل مسائلیه که با ایران دارند. من فکر میکنم نگاه آقای نتانیاهو به مسئله ایران با نگاه آقای بایدن و اتحادیه اروپایی زاویه هایی داره. اگر این زاویه ها فعال بشه، امکان تغییر و تأثیر در سیاست ایران نسبت به اسرائیل باز خواهد شد. من یه همچین آینده‌ای رو می‌بینم. یعنی در ایران یک چنین پیام‌هایی به غرب، به جای اینکه رو موشک بنویسن که ما شما رو بخوایم نابود بکنیم، یه چنین پیام‌هایی به غرب، به دنیا فرستاده بشه که ما قصد نابودی هیچ کشوری رو نداریم و برای صلح در منطقه خاورمیانه تلاش می‌کنیم. اگر این پیام بیاد، به نظر من کارکرد خواهد داشت. ایشون اشاره به عربستان اسرائیل کرد. در زمان آقای خاتمی ما بهترین روابط رو با سعودی ها داشتیم. هفته یه نمایشگاه ایران تو عربستان برپا شده بود، 10 رستوران ایرانی، موج موج سعودی ها میمدن مشهد، ایرانی ها میرفت و 20 دفعه آمریکایی از طریق فریه رئیس FBI فشار بر ملک عبدالله آوردن که اطلاعات راجع به انفجار خبر رو که ایران پشتش بود، سپاه بود، بهشون بده و ملک عبدالله نداد و به خود خاتمی گفت من تو رو دوست دارم، وقتی اومدی دلم نخواست به امریکا یا بهانه بدم ایران رو بزنه. نتیجهش چی شد؟ اون همه سعودی‌ها با ایران ارتباط نزدیک، دوستی کردن، گروهی رو کشف کردن که تو ایران آموزش دیده بودن، اومده بودن بمب بزنن. منظورم اینه ایران باید رابطه‌ش رو با سعودی‌ها بهبود ببخشه. اگر رابطش با ریاض درست باشه، ایمان داشته باشید موانع بسیاری بر سر راهش با امریکا برداشته خواهد شد. در مورد اسرائیل چی؟ الان عرض میکنم. در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی براش آشکار شده که اسرائیل رو نمیتونه شکست بده. در لبنان همینطوری دارن افسر و سرباز ایرانی رو میکشن و افغان رو میکشن. جمهوری اسلامی حتی یک گلوله در نکرده. حزب الله الان بیش از 7000 نیروشو از سوریه بیرون کشیده، چون حزب الله هم نگرانه. بنابراین جمهوری اسلامی در نهایت به عقل رو میکنه. دشمنی آقای خامنه‌ای با امریکا با اسرائیل فرق داره. اینا دست حوثی‌های یمن یه تابلو دادن لعنت بر یهود،
نه لعنت به اسرائیل، لعنت بر یهود. دشمنی آقای خامنه‌ای دشمنی ملای شیعه با یهوده، نه با اسرائیل. بنابراین اسرائیل به عنوان یه فکت، یه واقعیت از جانب خیلی از مقامات ایران هم پذیرفته شده. اگر جمهوری اسلامی رابطش با عربستان درست بشه، یعنی از یمن بیاد بیرون، کمک کنه صلح برقرار بشه، این کمک بسیاری خواهد کرد که تفاهم با امریکا برقرار کنه، بخصوص در مورد. پس شما یه امکانی رو دارید عملاً ممکن می‌بینید. من دارم اینو میگم، جمهوری اسلامی کارو نمی‌کنه. من همش اگر میذارم. بله. میگم اگر این کارو بکنه که ای کاش میکرد. من زمان آقای رفسنجانی و بعد خاتمی از نزدیک شاهد بودم که روابط دو کشور به چه اوجی رسید. این نکته رو میگم، حرفم تموم کنم. تو کنفرانس سران کشورهای خلیج فارس، ولیعهد امارات بلند شد گفت بیانیه ما خالی از جزایر اشغالی، منظور سه جزیره همیشه ایرانی. بله. تون به کوچک و بزرگ ابو مصعب. امیر سلطان یکی از عقاب‌های ایران، نه کبوترانش، برگشت گفت من به خاطر دو تا جزیره روابطمو با یک کشور بزرگ استراتژیک همسایه‌ام به هم بزنم. میخوام بگم ما در اونجا بودیم، ولی امروز کجا رسیدیم؟ این ظرفیتایی که آقای نوری‌زاده شمردند که اگر با عربستان سعودی این گونه برخورد بشه، با اسرائیل آن گونه برخورد بشه، ممکنه گشایشی بشه، ولی گفتن اینها معلوم نیست. این دقیقاً تحلیل و نظر من هم هست. جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های اخیر فعالیت هایی کرده، به خصوص من روی آتش زدن سفارت عربستان سعودی در تهران انگشت میگذارم، که بدترین ضربه رو به این امکان زد. اینها بخشی از نیروهای جمهوری اسلامی ایران هستند. من این رو اضافه میکنم رو تحلیل آقای نوری‌زاده که این ظرفیت ها ممکنه در شرایط که آمریکا واشنگتن روی خوش نشون میده به برداشتن تحریم ها غلبه بکنه، فعال بشه و غلبه بکنه بر جمهوری اسلامی ایران، همون جوری که در دهه 70 شمسی غلبه کرد، باز هم غلبه بکنه. آقای نگهدار، در این اینکه شما این نیروها رو که ممکنه به قول خودتون غلبه کنن و امکان مذاکره رو به کلی از میان بردارن، چه نیروهایی در داخل ایران، مثلا اونایی که حمله کردن به سفارت عربستان، چه نیروهایی در منطقه، در این حال معتقد هستید که یک اهرم فشار مهم در داخل ایران هست که آقای خامنه‌ای رو وامی داره که راه مذاکره رو برگزینه؟ این اهرم فشار رو کسانی دونستید، در ابتدای برنامه اشاره کردید و من گفتم حتما بهش خواهیم پرداخت، الان میخوام راجع به اونها بپرسم، کسانی میدونید که در جمهوری اسلامی سرمایه دار شدن، ثروتمند شدن و اینها اینقدر انباشت سرمایه دارن که فکر میکنن باید خارج از مرزها رفت. آیا واقعا این گروه اینقدر قوی هست که بتونه چنین سیاستگذاری مهمی رو در واقع اعمال بکنه، تحمیل کنه به جمهوری اسلامی، به رهبر جمهوری اسلامی؟ ببینید، این گروه ها دقیقاً سرمایه رانتی هستند، سرمایه بخش خصوصی مستقل نیستند که در کف جامعه رشد کردن، خودشون اومدن بالا. خیلی دقیقاً همینه. یک فیلسوف اقتصاد سیاسی میگه که سرمایه‌داری سیاسی بدترین نوع سرمایه‌داری، برای اینکه تصمیماتش اقتصادی نیست بلکه سیاسیه. دقیقاً. به این معنا سرمایه‌داری رشدیافته در ایران وابسته است به حکومت و تصمیمات سیاست خارجیه که سرنوشتش تعیین. تصمیمات سرمایه‌داری کرونیک، یعنی قموخیشی، نپوتیزم میگن به انگلیسی، اینها الان اگر من بخوام ذهن اونها رو بشینم قرائت بکنم، میبینم که داره فکر میکنه که اگر ما بازار دمشق رو در اختیار داشته باشیم بهتره یا پادگانهای مرز اسرائیل رو. اگر بازار عراق در اختیار ما باشه، بازار اربیل در اختیار ما باشه، بازار بغداد و هرات و امارات در اختیار ما، دسترسی به این بازارها داشته باشیم، دلار بیشتر گیر ما میاد، دلار اسم میبرم، یا اگر اون پادگان ها رو داشته باشیم. خب من فکر میکنم آقای خامنه ای یک اهرم معامله خواهد بود برای همون طبقه حاکمه. نه، فکر میکنید آقای خامنه ای شیفت بکنه روی دلار؟ آقای نگهدار، فکر میکنید آقای خامنه ای با کدوم یک از این دو نظر موافق خواهد بود؟ اونی که میگه بازار کابل دست ما باشه، یا اونی که برای اینکه
امنیت آقای نگهدار اجازه بدید آقای امنیت مهمه به خصوص برای نظامی که خودش رو در خطر میبینه و این در جمهوری اسلامی هست دیگه. شما به اصل مطلب اشاره کردید، امنیت مسئله اوله. برای همین آقای خامنه ای پادگان ها رو برخواهد. نه 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 نه، اگر چنانچه آقای خامنه ای و آقای بایدن به این نتیجه برسند که مشترکاً در مورد تأمین امنیت اون بازارها در دمشق و بغداد و هرات میتونند به توافق برسند، اگر این اتفاق بیفته که یک قرارداد امنیتی مشترک برسه که اقتصاد بتونه حرف اول رو بزنه، من فکر میکنم طبقه حاکمه میگه ما بردیم، دستش میره بالا. آقای خامنه‌ای خیلی آدم هوشمندیه، کتاب خونه، تلویزیون ببینه، رادیو گوش به دست، اینا مربوط حالا نیست، از قدیم آدمی که شعر اخوان رو میخونده 50 سال پیش، این آدم هوشمنده، میدونه، ولی به مصلحت خودش نمیدونه اقرار کنه. خیلی‌ها میگن چنین هست، ولی وقتی افرادی از کمپ دیگه، از جناح دیگه بیان جلو و بگن ما حاضریم مذاکره کنیم، به اونها خواهد گفت برین جلو و اتفاقا اونا با موانع داخلی کمتری میتونن مذاکره با آمریکا رو ببرن جلو. به عبارت دیگه اون سوالی که من در ابتدا پرسیدم میتونه به این شکل هم پرسیده بشه که آیا در ایران ممکن هست انتخابات ریاست جمهوری آینده بشه انتخابات بین یک کسی که فارغ از جناح سیاسیش بگه که بهتر مذاکره کنیم و کسی که بگه نه، یا حتی فراتر از اینا آقای نوری‌زاده، ممکنه اون کسی که در نهایت مذاکره خواهد کرد بعد از نتیجه انتخابات ایران کسی که از قبل راجع به مذاکره یا حرف نزده یا گفته نمی کنیم ولی بر مسند که نشست با موانع کمتر، نه کیهان به پر و پاش بپیچه، نه نمیدونم روزنامه های دیگه، محافل دست‌راستی دیگه به پر و پاش بپیچه، ممکنه اونا پیش ببرن. ببینید، شاید در میان دولت مردان جمهوری اسلامی آقای ظریف یکی از کسایی باشه که به شدت مورد اعتماد آقای خامنه‌ای، بسیار به ظریف علاقه داره، مورد اعتمادشه، ظریف نگاه غربگرا داره، بنابراین قاعدتاً باید آقای خامنه‌ای اگر علاقه من بود گشایشی در کار باشه، از حالا هینت میزدن که ظریف قراره بیاد، امیرکبیر و مصدقش که کردن کار نداشت، حالا هم بیاوردن آزادی خواهش میکردن. اما آقای خامنه‌ای به برقراری روابط با امریکا اعتقاد نداره. بله. آقای خامنه‌ای در این حد اعتقاد داره شر امریکا رو کمترش بکنه، موافقه با این که شر آمریکا، توطئه آمریکا کمتر بشه، اما اینکه بریم با آمریکا، یعنی همون سیاست نه مذاکره نه جنگ خودش کنه. فکر میکنید این واقعا در دراز مدت ادامه بتونه پیدا کنه؟ ابدا، به خاطر اینکه جامعه اینو نمیپذیره. الان این جامعه ماست که به فریاد اومده آقا چرا من بگم مرگ بر آمریکا؟ دکتر صادق زیبا کلام از روی پرچم آمریکا رد نمیشه، میگه این نشانه حرمت یه ملت، من حاضر نیستم لگدش کنم، و این زیبا کلام نیست، هزاران تن شاگردانش هم همینجور فکر میکنن. منظورم اینه جامعه ما مرگ بر آمریکا رو انداخته کنار، توف کردن و آتیش زدن از این، ولی آقای خامنه ای با این اعتقاد زنده است و روزی هم که خاموش بشه این اعتقاد با ایشون به گور خواهد رفت، چون در جامعه ما در میان خود مقامات کسی نیست که هم عقیده ایشون باشه، شاید فقط یه عده معدود شعار زن اتحاد. خیلی ممنونم. خیلی کوتاه اگر خیلی کوتاه. معتقدم که آقای ظریف به احتمال زیاد به پست وزارت خارجه ادامه خواهد داد، چرا که جمهوری اسلامی ایران بسیار علاقمنده، ما تغییر نکردیم، شمایید که روش خودتون رو عوض کردید. بله. به این دلیل و در انتخابات آتی هم اگر گروه های مرجع مثل دانشگاه ها، دانشجویان، مثل هنرمندان، مثل ورزشکاران، مثل هر کسی که مورد اعتماد مردم هست به میدون بیاند، این امکان داشته باشند، ممکنه اون صدایی که آقای نوری‌زاده میگه مردم نمیخواهند مرگ بر امریکا و میخواهند که مسئله حل بشه، اون صدا از درون صندوق های رای بتونه بیرون بیاد با قوت زیاد. اگر نه در به همین پارچه پاشنه میچرخه. که خیلی ممنونم آقای نگهدار. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، فرخ نگهدار و
علیرضا نوریزاده. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.